همه دوستان و رفقای بامبرام میگم بعد از بوکس سنگینی که ملت تو نمایش انتخابات به اوزی زدن و از اون طرف آتیش چهارشنبه سوری جوری سگ دعوا تو نظامو بالا گرفت که اوزی مجبور شد بیاد و از تلخ کامی نظام بگه و هشدار و انذار بده. اما انگار گوش جک و جونورها و سگ سیله های ولایت به این حرفا بدهکار نیست که نیست. کار کم کم داره به جاهای باریک تر از مو میرسه. آره. نشانه یابی آغاز ترورهای شخصیتی پس از انتخابات، بازگشت دوباره نئوفرغانی‌ها به صحنه سیاست ایران چه معنایی دارد؟ پس از انتخابات اخیر، رفتار برخی از برندگان و بازندگان آن در سطحی بود که گویی از دل تاریخ معاصر انقلاب اسلامی دوباره فرغان متولد شده و در حال بال و پر گرفتن است. این جماعت به شیوه فرغانی‌ها ترور شخصیتی را برای پیشبرد اهداف خود در نظر گرفته. زنده شدن دوباره فرغانی ها زنگ خطری جدی برای آینده انقلاب اسلامی ایران است. رفتار نئوفرغانی های جدید نیز بیشباهت به اسلاف خود نیست. آنها نیز با پیچیده ترین روش های سیاسی در تلاش هستند تا رقیب را ترور شخصیتی کرده و از صحنه بیرون کنند. فرغانیسم جدید این بار با عبور از دستورات ولایت فقیه و ایجاد شکاف های عمیق و بالا بردن کینه های قدیمی مسیر خود را هموار کرده است. واویلا واویلا، حالا که بحث به جون هم پریدن سگ و سیلا و جک جونورای اوزی به هم دیگه شد، ببینیم تو روزنامه های نظام چه حرفایی در مورد دولت خبیثی زده میشه. وای وای وای. دولت 13 حتی از دولت‌های احمدی نژاد نیز مداخله‌گرتر و ستیزه‌جوتر است. این دولت از روزی که بر سر کار آمده تا امروز یکسره با پدیده‌ای به اسم دولت 12 ستیز دارد و به هر مناسبتی و به هر دلیلی بر سر دولت پیشین می‌زند. دولت 13 از سوی دیگر با دنیای مدرن ستیز دارد و گفتگوهای برجام را که در نزدیکی‌های حل و فصل بودند با خطای استراتژیک به دره مرگ فرستاده و ستیز با غرب را یک وظیفه با اولویت اول می‌داند. وای 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 وای، میگه از ویژگی‌های برجسته دولت خبیثی اینه که مثل سگ نازی‌آباد هم پاچه غریبه رو میگیره هم پاچه آشنا رو. تو پاچه گیری از عالم و آدم و واق واق کردن رو دست همه زده. حالا یه ویژگی دیگه این نظامو از زبون اون گربه گوری تا حالا رو بشنویم. حالا جامعه چیکار بود؟ براش ابزار بود، وسیله بود، استفاده لازم بود. میگفت دین، ای ولایت، شهدا بریزید. ببین شما به هر موقعی که میخواهید تصمیم جمهوری اسلامی، ببین شهدا رو راه میندازه جسدش توی بذلت عذرخواهی میکنم، این جانش و پیکر شهدا رو تو خیابونا صد تا توزیع میکنه. آقا این چه کاری شما دارید میکنید؟ یه خانواده شهدا رو مثلا تو قبل از انتخابات کل تهران عکس شهدای از اول شروع انقلاب اسلامی. آخه چرا این کارو میکنید با این مردم؟ چرا این کارو میکنید؟ آخه چرا راننده تاکسی میگه آقا شهر بوی بد میده این کاری که شما میکنید؟ جسارتی برو شهدا اتفاق میفته. ببین ما کم که میاریم شروع میکنیم یاد ارزشای انقلاب میافتیم. به 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 بله، چند تا از ویژگی های نظام رو شنیدیم. حالا منم یکی از ویژگی های اصلی مردم ایران رو بگم که تا کار این نظام رو تموم نکنن دستبردار نیستن که نیستن، و همین روزاست اوزی و کل نظامش رو میفرستن تنگ اون گور به گوری. دوستان رفقا عزت زیاد.